اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت خانم رجوی آدم ربایی و اعدام جمشید شارمهد را قویین محکوم کرد خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بار دیگر آدم ربایی و اعدام افراد ربوده شده توسط رژیم خونریز ایران را محکوم کرد و از دولتهای آلمان و سوئد و فرانسه خواست بلادرنگ سه مورد آدم منجر به اعدام از این کشورها را در شورای امنیت ملل متحد مطرح کنند و خواهان مجازات رژیم ایران در این خصوص شوند. خانم رجوی یادآوری کرد مقاومت ایران از چهار سال پیش از جمله در اطلاعیه 11 آبان 1399 اول نوامبر 2020 خواهان نظارت و اقدام دولت‌های سوئد و فرانسه و آلمان در پرونده‌های آدم ربایی و محاکمه فرج کب، کعب جمشید شارمهد و روح الله زم توسط دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران و بازگرداندن این سه نفر به سوئد و فرانسه و آلمان شده بود. مقاومت ایران در همان زمان خواهان اقدام شورای امنیت ملل متحد برای وادار کردن رژیم ملایان به مراعات کامل حقوق اوسیوید و شارمه و زم طبق قوانین بین المللی گردید و اعلام کرد سردمداران و سرکردگان رژیم باید به جرم آدم و ترورهای متعدد در خارج از ایران تحت تعقیب و در برابر عدالت قرار بگیرند. خانم رجوی تاکید کرد امروز هم اگر در این مهم تغییر و صرفا به محکومیت لفظی بسنده شود رژیم در آدم ربایی و گروگانگیری جریتر می شود کادو دادن دیپلمات تروریست بامگذار با اسدالله اسدی و دشخیم حمید نوری به این رژیم توسط دولت بلژیک و سوئد آن را در تروریزم و ارتکاب جنایت بسا گستاختر کرده است وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آخوندها باید در لیست تروریستی قرار بگیرند. عوامل و مزدوران اطلاعات و سپاه باید از اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا اخراج و سفارتهای رژیم که مراکز تروریسم و جاسوسی و بوم گذاری است تعطیل شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران هفته آبان 1403